فراخوان سازمان‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌های مردم عراق در محکومیت دیدار اوباما با مالکی پیش از آزادی هفت گروگان اشرف و تأمین حفاظت لیبرتی، انجمن جوانان آزاده فلوجه، تشکل جوانان مجروح عراقی، انجمن رادمردان فلوجه، کانون همبستگی دانشجویان بغداد، انجمن معلمان آزاده دیالی، انجمن زنان روشنفکر عراقی، انجمن دموکراسی برای زنان عراق، انجمن کبوتر صلح برای زنان عراق و انجمن زنان آزاده دیالی در بیانیه‌های جداگانه دیدار اوباما با مالکی را محکوم کردند و از اوباما خواستند تا قبل از آزادی گروگان‌های اشرف با مالکی ملاقات نکند. همزمان با سفر مالکی به آمریکا و در ادامه کارزار جهانی گسترده برای محکوم کردن قتل عام اشرف و فراخوان برای آزادی هفت گروگان ربوده شده از اشرف توسط نیروهای مالکی، سازمانها، تشکلها و انجمنهای دانشجویی، جوانان و زنان آزاده عراقی، دیدار اوباما قبل از آزادی هفت گروگان اشرف و ترتیب اقدامات لازم برای حفاظت اشرف را محکوم کردند. انجمن جوانان آزاده فلوجه. جوانان آزاده فلوجه دیدار غیر موفق مالکی از آمریکا را محکوم می کند، چرا که مسئله رابطه عمیق مالکی با رژیم ایران و انفجارها و ترور و دستگیری مردم عراق توسط شبه نظامیان مالکی و طراحی رژیم ایران و دست داشتن دولت مالکی و شبه نظامیانش به دستور رژیم ایران در حمله اخیر به ساکنان بی دفاع اشرف و شهادت 52 تن از آنان و گروگانگیری 7 تن از ساکنان اشرف هنوز بی پاسخ مانده است. اوباما باید روی مالکی برای آزادی گروگان‌های بیگناه فشار بیاورد، چرا که مسئله رابطه عمیق مالکی با رژیم ایران و انفجارها و ترور و دستگیری مردم عراق توسط شبه نظامیان مالکی و طراحی رژیم ایران و دست داشتن دولت مالکی و شبه نظامیانش به دستور رژیم ایران در حمله اخیر به ساکنان بی‌دفاع اشرف و شهادت 52 تن از آنان و گروگانگیری 7 تن از ساکنان اشرف هنوز بی پاسخ مانده است. اوباما باید روی مالکی برای آزادی گروگان‌های بیگناه فشار بیاورد. جوانان مجروح عراقی. ما سفر نوری مالکی به آمریکا را محکوم می‌کنیم، چرا که این امر برای رضایت مزدوران پست رژیم ایران و قاتلان ما عراقیان صورت گرفته است. بارزترین دلیل آن جنایت‌هایی است که در کمپ اشرف و لیبرتی اتفاق می‌افتد. خداوند این جنایت ها را بر سرشان خراب کند. انجمن رادمردان فلوجه. ما سفر نوری مالکی به واشنگتن را شدیداً محکوم می کنیم. مالکی و دولتش شبه نظامیان بنیادگرا را تقویت می کنند، کسانی که عراق را از کشوری امن به کشوری پر هرج و مرج و بی صاحب و خراب تبدیل کردند. همچنین این وظیفه آمریکاست که فوراً به دولت عراق برای آزادی هفت گروگان اشرفی فشار بیاورد. کانون همبستگی دانشجویان بغداد. ما از آمریکا و رئیس جمهور اوباما می‌خواهیم که نوری مالکی جنایتکار را نپذیرد. بر شما پوشیده نیست که او سربازی از سربازان ولایت فقیه است. برای اینکه در جنایت‌های او شریک نباشید، باید شرط پذیرش او را آزادی هفت گروگان ربوده شده از اشرف قرار دهید. انجمن کبوتر صلح برای زنان عراق. زندگی گروگان‌های ربوده شده از اشرف در خطر است و ممکن است که استرداد آنها به رژیم ایران انجام شود. بنابراین رئیس جمهور اوباما باید حرکتی انجام داده و مالکی را مجبور سازد تا گروگان‌ها را فوراً و قبل از وقوع فاجعه دیگری آزاد کند. انجمن دموکراسی برای زنان عراق. ما ادعاهای سخیفی که دولت مالکی در انکار نقش داشتن در قتل عام اشرف و اطلاع از موقعیت و مکان هفت گروگان مطرح کرده است را محکوم می‌کنیم. چنین ادعایی مطلقاً امری غیر قابل قبول است. ما رئیس جمهور اوباما را فرا می‌خوانیم تا ملاقاتش با قاتل بیگناهان در کمپ اشرف و فرزندان کشور ما را ملغا کند و وی را مجبور سازد که فوراً هفت گروگان را که همگی پناهندگان حفاظت شده تحت قوانین بین المللی می باشند آزاد کند. انجمن زنان روشنفکر عراقی. ما از رئیس جمهور اوباما می‌خواهیم که تا قبل از آزادی هفت گروگان اشرف مالکی را نپذیرد
و همه طرفهای زیربط و قدرت‌های بین‌المللی را به محکوم کردن سفر قاتل مردم عراق و ساکنین کمپ اشرف و فشار آوردن روی دولت عراق برای آزادی هفت گروگان فرا می‌خوانیم. انجمن معلمان آزادی دیالی. برای مالکی ساده نیست که بخواهد خود را از پذیرفتن مسئولیت قانونی در برابر ارتکاب حمله و قتل عام در اشرف دور نگه دارد. به همین دلیل برای کسی که به این قاتل خوش آمد میگوید نیز ساده نیست که خود را از سوالات و تحقیق وجدانهای زنده در همه جا دور نگه دارد. ما از رئیس جمهور اوباما میخواهیم تا این دیدار را لغو کند، چرا که بعد از حوادث اخیر در اشرف و در کشور مجروحمان عراق، ما آن را خیانت به حق مردم عراق و ساکنین بیگناه اشرف محسوب میکنیم. انجمن دموکراسی برای زنان عراق. قتل‌عامی که در اول سپتامبر در اشرف رخ داد و منجر به از دست رفتن زندگی 52 نفر در کمپ اشرف شد را محکوم میکنیم و رئیس جمهور اوباما را فرا میخوانیم تا ملاقاتش با قاتل بیگناهان در کمپ اشرف را لغو کند و مالکی را مجبور سازد که فوراً هفت گروگان روبوده شده از اشرف را آزاد کند.